رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذین هم فی صلاتهم خاشعون. آیات از آیات آغازین سوره مبارکه مؤمنون که پروردگار متعال در این سوره می‌فرمایند کسانی رستگار هستند که در نمازشون خاشع هستند، یعنی فروتن هستند. خیلی عامیانش این هست که با حالت طلبکارانه نماز نمی‌خوانند. در بحث نماز تا این جلسه معنای لغوی و اصطلاحی نماز رو دانستیم، علت وجوب نماز رو همچنین اهمیت نماز رو عرض کردیم از دیدگاه قرآن کریم و روایات و احادیث. درباره مجازات ترک کنندگان و سبک شمارندگان نماز مطالبی رو خدمت دوستان تقدیم کردیم. در این مجلس می‌خوایم بدونیم که نمازی که ما باید بخونیم و در واقع پروردگار متعال اون نماز رو باید قبول بکنه و مقدمه نماز مقبول نماز کامل باید باشه، اون چه نمازی هستش؟ حالا چرا میخواییم این بحث رو مطرح بکنیم؟ من خواهش میکنم که همه عزیزانی که صدای ما رو به نحوی میشنون و چه از طریق حالا نوار، سیدی، چه در مجلس حضور دارن و افتخار داریم که در محضر این عزیزان هستیم، خواهش میکنم که این بحث رو به دقت توجه بکنن بهش که یک بحث بسیار بسیار سرنوشت‌ساز و مهم هست. چرا حالا این بحث سرنوشت‌ساز هست؟ به خاطر اینکه ما در جلسات گذشته عرض کردیم که حسب احادیثی که از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین و همچنین در حدود 100 آیه در قرآن کریم که در ارتباط با نماز به گونه ای صحبت کرده پروردگار متعال، گفتیم که یک مطلب صریح در این باب از پیامبر
البته این که میگیم یک مطلب سریع یعنی احادیث گوناگون عرض کردیم هست، متعدد هست دیگه، خیلی سریع که همه متوجه بشن و عالم و عامی بفهمه این مطلب رو، اون حدیث مشهور هست که ما خوندیم که نماز عبادتی است که ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها بعد معرفت الله و معرفت النبی و معرفت الامام. عرض کردیم فارسیش این هست که نماز عبادتیه که بعد از اینکه ما معرفت به خدای تعالی و پیامبر و امام پیدا کردیم بالاتر از همه عبادات و اگر قبول بشود عبادات دیگر هم مورد بررسی قرار میگیره تازه، و اگر قبول نشود و رد بشود اصلا به اعمال عبادی دیگه نگاه کرده نمیشه. حالا من خواهش میکنم که اینجاش رو دوستان مقداری بیشتر عنایت بکنن. نتیجه علمی این قضیه این هست که پس قبولی اعمال حسب این آیات و روایات، همه این بحثایی که کردیم، قبولی اعمال و پذیرفته شدن آنها و مورد بررسی قرار گرفتن اعمال عبادی همه ما مشروط به قبولی نماز هست. وقتی این چنین شد که قبولی همه اعمال و حداقل مورد بررسی قرار گرفتن همه اعمال منوط و مشروط بر قبولی نماز شد، خوب دقت بکنید، حالا ما باید بیایم هم و غممون رو بذاریم روی یک مطلبی به نام نماز، عزممون رو جزم بکنیم برای اینکه یک نماز کامل و مورد قبول که همون نماز مقبول هست رو بخونیم. بازم میگیم چرا این کار رو باید انجام بدیم، چرا عزممون رو جزم میکنیم برای این کار، چرا هم و غممون رو بذاریم رو این قضیه؟ به خاطر اینکه این رو فهمیدیم که قبولی همه اعمال مورد بررسی قرار گرفتن همه اعمال منوط و مشروط به قبولی نماز هست، وقتی این حالت اتفاق میفته آدم عاقل، آدمی که واقعا میخواد که پشت خودشو ببنده برای آخرتش و مشکلی نداشته باشه، تفکر میکنه، فکر میکنه، میگه یک راه من بیشتر ندارم بعد از معرفت الله، معرفت النبی، معرفت الامام، میگه یک راه بیشتر ندارم برای اعمال، پذیرفته شدن اعمالم من یک راه بیشتر ندارم. اون راه چیه؟ میگه باید بیام برم پس اون چیزی که همه این اعمال به اون چیز بستگی داره، یعنی به پذیرفتن اون چیز بستگی داره که نماز هست، من باید برم سراغ نماز، نماز رو کامل به جا بیارم، کاری کنم که نماز مقبول درگاه پروردگار متعال بشه تا انشالله اعمال دیگه من مورد پذیرش واقع بشه، نه اینکه نماز رو رها کنم برم سراغ اعمال دیگر. اگر کسی این کار رو بکنه دقیقاً کسی است که از عقلش اصلا استفاده نکرده، یعنی آدم عاقل همین کاریه که ما گفتیم انجام میده، چون عقل همه ما حکم همچین کاری میکنه. پس قبولی همه عبادات به قبولی نمازه. قبولی نماز حالا به چی هست؟ ما چی کار کنیم که نمازمون قبول بشود؟ چه کار انجام بدیم که نمازمون مورد قبول پروردگاه واقع بشه؟ اون مطلب تخصصی و فنی بحث که دوستان خوب ما که همه اذهان نورانی دارن، خانم ها و آقایون، این قسمت هست که ما یک پازلی رو برای شما باز بکنیم، شما این تکه هایی که من خدمتتون تقدیم میکنم، مواردی رو که عرض میکنم، مورد به مورد کنار هم بچینیم تا بتونیم در پایان یک نتیجه خوبی رو در این زمینه بگیریم. مورد اول اینه، در سوره مبارکه مائده آیه 27 هست که قضیه هابیل و قابیل رو مطرح میکنه، دو فرزند حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام. اینها برای این که ببینن که عملی که میخوان انجام بدن کدوم یکی مورد قبول پروردگار هست،
میان دو تا عمل انجام میدن، حالا یا عملشون یک جور بوده یا دو جور بوده. هابیل یه عمل انجام میده، قابیل یه عمل انجام میده. اینجا در پایان آیه، چون مورد بحث ما تعریف داستان این دوتا نیست، ذکر آیه رو کردیم، هر کس میخواهد به تفسیر خود، تفسیر نمونه المیزان، تفاسیر دیگر رجوع میکنه، ذیل آیه 27 سوره مائده اونجا این داستان رو میخونه. داستان جالبی هم هست. در پایان این مورد بحث ما این تیکه آیه است، این تیکه پایانی آیه، که وقتی هابیل این کار رو انجام میده، قابیل هم انجام میده، خب خطاب میرسه که انما یتقبل الله من المتقین. قطعاً این طور هست، این است و جز این نیست که خداوند عمل رو فقط از متقین میپذیرد. متقین چه کسانی هستن؟ کسانی که خودشون رو از معاصی نگه میدارن، واجبات رو انجام میدن، طرف معصیت هم نمیرن، نگه میدارن خودشون رو، دارای ورع هستن. خداوند فقط از متقین عمل رو قبول میکنه. خب ما به شما، شما به ما سوال میکنی که آقا متقین چه کسانی هستن؟ یعنی نه از نظر تعریف، تعریفش رو عرض کردیم. میگه آقا متقین که این آقا که اینجا نشسته، اون خانم که اونجا نشسته، توی منزل، توی اقوام، خیشان، کسی دیگه دگمه یقش رو ببنده، محاسنش توپی باشه، مشکیه یه دست باشه، جای مر به پیشونیش باشه، صف اول جماعت به ایسته، تسبیح دائما دستش باشه، 18 تا انگشتر تو انگشتاش باشه با کم و زیادش، این آدم متقیه. اگر به ظاهر بخوایم نگاه بکنیم، میگیم آقا به ظاهر ما داریم نگاه میکنیم، میبینیم که بله خب یه عده اینجوری هستن، میگیم که ظاهراً ایرادی نداره. اگه اومدن دنبال ما گفتن آقا ما اومدیم خواستگاری، برای خواستگاری اومدیم تحقیق بکنیم، میگیم که آقا ما اینو میبینیم ایشون دائما دگمه یقش بسته است، ریشش هم توپی، صف اول نماز جماعت هم وامیسته، آیا ایشون متقی هست؟ ما نمیتونیم بگیم ایشون متقی هست. چرا نمیتونیم بگیم ایشون متقی هست؟ برای اینکه کسی که دارای صفت تقوا، صفت تقوا یک صفت ظاهری نیست، بستن دگمه یقه، گذاشتن محاسن و ریش و عرض و جای مهر به پیشانی و صف اول ایستادن، اینا هیچ کدومشون نشانه تقوا نیست. چرا؟ برای اینکه تقوا یک صفت باطنی است. هیچ کدوم رو پیشونی‌های ما ننوشته انا المتقی که من بگم این آقا رو پیشونیش متقی، ایشون متقی هست. اونم بگه آقا شما رو پیشونی نوشته متقی، پس ایشون متقی. ننوشته اینا. متقی و تقوا یک صفت باطنی است. چه کسانی متقین را می‌شناسند؟ فقط خود خدای تعالی و اون کسانی که خدای تعالی این علم رو به اونها داده باشه. یعنی بگه همونطور که من متقین رو میشناسم، به شما بگم اینها متقین هستن، آدمای با تقوا. پس یک نتیجه اول تو این پازلی که پهن کردیم مشخص بشه. ما تنها چیزی که راجع به افرادی که ازشون کار بد ندیدیم میتونی بگیم، بگیم آقا اینا ظاهر و صلات هستن، ظاهرن که داره نماز میخونه، کار بدم ما ازش ندیدیم، خدا میدونه که با تقواست، با تقوانی، ظاهرن با تقواست. این نهایت درجه ایست که دیگه ما میتونیم راجع به این افراد قضاوت بکنیم، ظاهرن که آدم با تقوایی. چرا بازم عرض میکنیم؟ مگه تقوا صفت باطنیه؟ ما نمیتونیم تشخیص بدیم که کی با تقواست، کی بی تقواست. خدا میتونه تشخیص بده، پیغمبرش، جانشینا رو به حق پیغمبرش، فقط اون علم خدا در اختیار قرار داده و هر کسی که خدا بخواد این علم رو در اختیارش قرار بده، چون اون آدم با تقوایی. بگه آقا این آدم با تقواست، امام معصوم بگه فلانی با تقواست، دیگه کار تمومه، هیچ کس نمیتونه رو حرفش حرف بزنه. اما اگر من یه روزی گفتم فلانی با تقواست، فردا روزی شد فلانی یه کاری کرد که این بی تقواییش مشخص شد، من اول کسی که ضایع میشه منم.
من باید آقا من از این کار بد ندیدم، معصیت ندیدم، دروغ نشنیدم، غیبت نشنیدم. ظاهرش میگه با تقواست. خدا میدونه. چرا خدا میدونه؟ میگیم الله و اعلم به خاطر این. من نمیدونم. چرا؟ من که تقوا صفت باطنیست. ما فقط ظاهر افراد میبینیم. و افراد به صفات ظاهری باطنشون شناخته چی؟ نمیشه. این یک مطلب. کنار این پازل نگه بدارید. دومی که برمیگردیم به اصل بحث، پس قرآن میفهمد انما یتقبل الله من المتقین. قطعا خدای تعالی از متقین اعمال رو قبول میکنه و عمل رو قبول میکنه. ما هم متقین رو نمیشناسیم، درست؟ خدا میشناسه با اونایی که گفتیم. پس ما اعمال عبادی رو انجام میدیم، دقت کنید، ما اعمال عبادی رو انجام میدیم، بقیهش با خداست که آیا خدای تعالی این اعمال را بپذیرد یا بله نپذیرد. چرا بقیهش با خداست؟ برای اینکه ما نمیدونیم که با تقوا بودیم که این عمل را انجام دادیم، متقی بودیم که این عمل را انجام دادیم، که خدا یتقبل الله من المتقین باشه، یا نه با تقوا نبودیم، ما نمیدونیم. ما انجام میدیم، داریم سعی هم میکنیم که رعایت شرایط تقوا رو هم بکنیم، این کارم داریم انجام میدیم، بقیهش رو به خدای تعالی میسپریم. ولذا خیلی جا تو همه ادعیه، همه ادعیه تقریبا همینطوره که شما دست بلند میکنید در پیشگاه خدای تعالی، معصومین هم به من و شما همین رو یاد دادن که آقا دست بلند میکنید در پیشگاه خدا، خدایا به کی به کی به کی قسم، ما رو ببخش، ما رو بیامرز، اعمال از ما قبول کن، عمل ضعیف مناقص منو خودت جبران کن، خودت روش بذار قبولش بکن. چرا؟ برای اینکه ما نمیدونیم ما متقی هستیم یا نه. پس شماره دوی ما در این پازلمون این شد که ما عمل رو انجام میدیم به امید قبولی در پیشگاه پروردگار متعال. اینم دو. سوم، میاییم بحثی که اول سرشاخش و موضوعش رو عنوان کردیم. یک 30 ثانیه دیگه اینو عرض میکنیم، خسته کننده نشود، میخوام این بحث خوب جا بیفته انشاءالله. اول بحث عرض کردیم که چون قبولی همه اعمال عبادی بعد از معرفت الله و معرفت النبی و معرفت الامام فقط وابسته و منحصر در قبولی نماز هست، ما باید بریم اول نماز رو درست بکنیم. بعد از اون معرفت ها اول باید نمازه رو درستش بکنیم. به موازات اون که داریم اعمال دیگه انجام میدیم، رو نمازه باید خیمه بزنیم، کپ بکنیم به قول معروف، یه فایل جدایی براش باز بکنیم، تمام هم مقام رو نوزم که نمازه کامل انجام بشه. چرا باید نماز اول مورد قبول واقع بشه؟ همه سعی ما باید این باشه، عزممون جزم باشه بر این قضیه. بعد این سوال پیش میاد، من میخواهم نماز مقبول انجام بدم، نماز کامل انجام بدم، چه کار کنم که نمازم نماز مقبول باشه؟ چه کار کنم که نمازم مقبول باشه؟ این شماره 3 ماست تو این پازل، دقت بکنید. نماز مقبول حد اقل 3 رکن داره. شما بگید 3 شرط داره، 3 پایه داره، بر 3 اساس استواره حد اقل. حالا ممکنه 4 هم داشته باشه، ولی حداقل این 3 اگه درست بشه دیگه مسائل بعدش آنچنان سخت نیست، چیزی هم به اون صورت دیگه اضافه بر اینها نخواهد داشت. اول چیزی که در نماز کامل و نماز مقبول مورد نظر هست، رعایت شرایط ظاهری نماز هست. یعنی نماز باید شرایط ظاهریش باید رعایت بشه. خلاصه تر بخوایم بگیم، میگیم رعایت کامل ظاهر نماز. ظاهر نماز چیه؟ حالا میشمریم خدمتتون عرض خواهیم کرد. از لسان خودمونم نمیگیم، از لسان معصومین صلوات الله علیه اجمعین میگیم. دوم، رعایت باطن و محتوای نماز هست، اینا هم باید رعایت بشه. سوم،
رعایت موانع قبولی نمازه. نماز در رأس همه عبادات، مهمترین عبادت در بین عبادات اسلامی، یک موانعی برای قبول شدن داره، باید اون موانع برطرف باشه، برطرف بشه تا نماز مورد قبول واقع بشه. این حداقل سه چیزیه که برای نماز مقبول در نظر گرفته میشه. بعد از این قضیه که ما وظیفه خودمون رو در این قسمت انجام دادیم، این دو مرحله ایست. یعنی مرحله اولش در واقع یه نخ دو سر هست، اینجور بگیم بهتره. سر اول این نخ دست ماست، ما این سه تا کار رو انجام میدیم تا نماز مقبول شود. سر نخ دوم دست پروردگاره. چرا دست پروردگاره؟ اگر آیکیوی شما قوی باشه که انشالله هست، زودی باید به من پاسخ بدید. برای اینکه ما نمیدونیم متقی هستیم یا نیستیم. اون سر نخ دوم دست پروردگار متعال. قبل از اینکه این سه تا مطلب رو من توضیح بدم، برای اینکه بریم داخل این بحثش، اول شماره یک رو بحث کنیم. شماره یکمون چی بود؟ رعایت کامل ظاهر نماز. چجوری محقق میشه رعایت کامل ظاهر نماز؟ قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، چون حداقل ممکنه یکی دو جلسه ما راجع به این قضیه کار داشته باشیم، اجازه بدید که مقدمتاً من واژه‌ای به نام عبادت رو که دو ذهن بعضی از عزیزان اشتباه این واژه جا افتاده از نظر لغوی و اصطلاحی معنا بکنم خیلی سریع، بعد انشالله توضیحی بدیم. خیلی این توضیح مهمه، هم برای دنیای ما مهمه، هم برای آخرت. عبادت یک واژه عربی است، در قرآن کریم هم زیاد به کار رفته. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، واژه عبادت مضاف شده به یای ضمیر، عبادت به اضافه یای ضمیر شده عبادتی. عبادت چیه؟ آیا عبادت اینه که هر کسی الان اینجا اومد این ستون رو بوسید، دست مالید به این ستون، مالید رو چشمش، اینجا افتاد روی زمین، حتی سجده کرد، رکوع کرد، به هر سمتی که میخواد، آیا این عبادته؟ تعریف عبادت این هست، میفرماین عبادت، این تعریف رو باید حفظ داشته باشیم یا حداقل نوت برداری بکنیم و یادداشت داشته باشیم، چون خیلی به درد ما میخوره، ما باهاش کار داریم. عبادت عملی است که انسان در برابر کسی یا شیئی انجام میدهد که او را خدا بداند یا برای او شأن استقلالی قائل باشد، و اگر غیر از این باشد اصولاً به چنین عملی عبادت نمیگویند. پس اگر کسی آمد از در فلان حرم مطهر به خلاف یک سری افراد افراطی و خارج از دین، بعضن آمد در به حرم مطهر فلان امام معصوم رو زیارت کرد، دست مالید و بوسید، اگر کسی اومد آقا این شرکه، این شرک نیست. چرا؟ برای اینکه شرک بعد از تعریف عبادت حاصل میشه. یعنی اگر کسی بیاد کسی رو مورد عبادت قرار بده با این تعریفی که گفتیم، یا خدا بدون او رو، یا شأن استقلالی قائل بشه. شأن استقلالی یعنی چی؟ یعنی من بگم این فردی که من میخوام بهش مراجعه بکنم، این میتواند بالاستقلال برای من نون بپزه، بالاستقلال منو شفا بده، بالاستقلال کار منو انجام بده. این میشه در عرض خدای تعالی قرار دادن، یعنی یه خدای دیگه ای من قائل شدم غیر از اون خدایی که در ذهنم هست دارم میپرستمش، این میشه شرک. اما وقتی تعریف اصل عبادت رو ما داریم، عبادت وقتی که من طرف رو خدا ندونم، شأن استقلالی براش قائل نشم، خب حالا من بیام برم دست بمالم به فلان ستون، میگن آقا شما دست میاری به این فلان ستون، یا آمدی زمین رو بوسیدی کنار نمیدونم
تشک کشتی رو بوسیدی، کنار زمین رو بوسیدی، فلان بازیکن میخواد خداحافظی کنه از دنیای فوتبال بره، از دنیای کشتی بره بیرون، این شما اینجا سجده ای که کردی، زمینی که بوسیدی، حالا تازه به اونم سجده نمیکنن، چون زمین رو هر بوسی وقتی که میبوسی که اصلا سجده نیست. سجده حالا تعریف میکنیم که چیه در زمین بحث نماز. این شرک نه. چرا؟ برای اینکه میگه آقا شما الان تشک کشتی رو عبادت کردی، میگه نه آقا من خدا رو عبادت میکنم، میگه همچی کردی، میگه من پای زمین رو به احترام ماچ کردم، میزنم گفتم ما سال هاست این تشک کشتی کردم ماچ کردم، به خدا کاری نداره، به عبادت کاری نداره. شما آقا این زمین فوتبال رو خدای خودت گرفتی، میگی زمین فوتبال خیلی برای چی داشتش، میگه نه آقا من دیدم تو این زمین من سالا بازی کردم، مدام ماچ کردم، مثلا به عبادت هستم، من یک خدا دارم، دارم عبادتش میکنم. پس از این قضیهش فرق میکنه. اونایی که اینجا میگن مشرکه اصلا تفکر نمیکنن، همون کسانی که دارن الان میجنگن، نوامیس مردم رو اینجوری دارن میبرن مورد تعرض قرار میدن، سرها میبرن، جیگرها در میارن، فرزندان به حق هند جگرخوار هستن. خذلهم الله تعالی، خدا انشالله که این افراد رو با همون مادر اصلیشون که هند جگرخوار هست انشالله محشور بفرماید. اینها این گونه افرادن، اصلا تفکر نکردن که بگن آقا این عمل اصلا عبادت، یعنی تا عبادت رو ما نفهمیم نمیدونیم شرک یعنی چی. برای تعریف شرک اول باید عبادت رو تعریف کرد، همون گونه که عرض کردیم. این تعریف عبادت. حالا این پازل رو دقت بکنید، چهار تا مطلب رو تا اینجا عرض کردیم. مطلب بعدی که میخوایم اینجا بگیم، میخوایم بگیم که وقتی ما تعریف عبادت رو دونستیم، میگیم هر کسی اومد به این نوع خدای تعالی رو عبادت کرد میشه عابد. اون چیزی که مورد عبادت قرار میگیره میشه معبود. عملی که بین عابد و معبود انجام میشه بهش چی میگن؟ عبادت. وقتی عابد اومد عبادتی کرد برای معبود خودش، باید چه چیزی رو اینجا دقت بکنه تا عبادتش به معنای واقعی عبادت بشه؟ مطلبی رو میخواییم عرض کنیم که من گمان نمی کنم تا به حال کسی از بین ما به این صورت رو این مطلب، حتی خود منم که هستم که مطالعه کردم این مطلب و تحقیق کردم برای شما عرض میکنم، به این صورت رو این مطلب ما توجه نکرده باشه. اون مطلب اینه، معبود من و شما پروردگار مهربان هست، عبادت یا عباداتی رو مشخص کرده. مثلا در سرلوحه این عبادات نماز هست، خب مشخص کرده نماز بخونیم. سوال اینجاست، معبود باید مشخص بکنه من عابد شمای عابد چگونه نماز بخونیم، یا ما خودمون باید مشخص بکنیم چگونه نماز بخونیم؟ به عبارتی دیگر، من و شما یا عابد باید مشخص بکنیم چگونه خدا رو عبادت بکنیم، یا خدای تعالی به عنوان معبود باید به من و شما بفرماید که ما چگونه باید خدای تعالی رو عبادت بکنیم؟ کدومش هست؟ مسلماً اگر لحظه‌ای بیاندیشیم، برای بعضی ها شاید بگه آقا اندیشیدن هم نمیخواد، ما خیلی فوری جواب میدیم که مسلماً خدای تعالی باید مشخص بکنه به عنوان معبود حقیقی که من و شما به عنوان عابد چگونه خدای تعالی رو عبادت بکنیم. بحثی درش نیست. اینو دیگه. اما اینو با تئوری هم ممکنه الان بپذیریم، ولی در مرحله عمل یه همچین چیزی رو ما قبول نمی کنیم بعضن، یا بعضی اگه قبولم بکنیم کامل قبول نمی کنیم. این خیلی مطلب جالبی. ببینید باز بار دیگر به عبارت دیگر عرض میکنیم، معبود باید برای عابد مشخص بکنه چگونه عابد من معبود رو عبادت بکنه، کیفیت عبادت، کمیت عبادت، نوع عبادت، زمان عبادت، مکان عبادت، اقسام عبادت رو معبود باید مشخص بکنه. من و شما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. ما اینو تئوری الان قبول میکنیم، میگیم آقا عقلن شرعن بحثی درش نیست که معبود باید نوع عبادت، کیفیت، کمیت، اقسام، انواع عبادت رو معبود باید مشخص بکنه. عابد باید گوشفرمان معبود باشه، ببینه معبود چی میگه، اونجوری که میگه عبادت بکنه. این میشه تئوری قضیه. اما در عمل هم ما همینطور هستیم. یک صلواتی بفرستید تا عرض بکنیم.
در عمل متاسفانه اینطور نیست. یعنی ما عبادت رو شروع میکنیم، خیلی خوب شروع میکنیم، ولی وسط های عبادت همچین قیلیویلی میریم، دلمون قیلیویلی میره که این چیزی هم که خودم میخواد قاطی عبادت بکنم، بد نیست اینجوری عبادت بکنم، عبادت رو با یه همچین چیزی مخلوطش بکنم، بدم نمیاد. شروع میکنم بهش اضافه کردن. کم کم عبادت در خروجی خودش وقتی میخواد خارج بشه، در مرحله خروجی میبینیم که این عبادت از یک جایی شروع شده، وقتی که خارج شده، یعنی مرحله خروجی عبادت اصلا اونی نبوده که خدا خواسته به عنوان معبود از ما خواسته، توسط پیغمبرش به من و شما گفته، آخر سر یک چیز مندراری شده، یعنی عبادت مندراری شده. عبادت واقعی اونی میشه که از اول عبادت، این نکته پنجمیه تقریبا داریم تو این پازل میگیم، پازل خودمون میگیم، عبادت واقعی عبارت هست از اون عبادتی که از ابتدای عبادت تا انتهای عبادت تمام گوش و چشم ما به معبود باشه. ببینیم معبود چگونه از ما خواسته عبادت کنیم، نه چیزی خودمون قاطی این عبادت کرده باشیم. حالا شما برید تو جامعه، توی فامیل، اقوام، خیشان، ببینید چه خبر. فلان کس از دنیا رفته، اصلا یه جایی که دیگه اصلا عبادتی در کار نیست، یعنی اصلا همچین چیزی اصلا پروردگار نفرموده. میگه آقا کیاکی از دنیا رفته، میگه بله، باید تو ختمش موز و سیب و آب میوه و پرتقال اینا بدی، در چی خرما و حلوا و فلان اینا وسطش مغز گردو داشته باشی بدین، چهلومش اینجوری بدین، عدس پلو بدین، به تعداد ورثه از عدس پلوها کم بکنین، از چهلوم کم بکنین، برنامه‌ام چی چی بیفزا، این ضرب در فلان بکنین، تقسیمش حاصل ضربشو ببرین تو معادله من جدول مندلیف، ببینین چی از آب در میاد. میخوایم برای کسی یکی شب چله بگیریم، وا ویلا، میخوایم عروسی بگیریم، اصلا اینا که دیگه اصلا رفته خارج از عبادت. ازدواج اصلش عبادت، تشییع جنازه اصلش عبادت، مجلس تذکر برای میت اصلش عبادت، ولی تخریبش ببین انقدر زیاد شده که آخرش وقتی که ما خروجیش میخوایم بگیریم اصلا چیزی از این عبادت باقی چی نمونده. ازدواج، ازدواج از کجا شروع شده؟ یک نفر جوان با یه آقا پسر، رضایت پدر این دختر خانم یا پدر بزرگش در صورت نبود این دختر خانم رضایت باید باشه، اگر این دختر خانم دوشیزه هست به ازدواج این آقا پسر در بیاد. دیگه چه چیزایی میخواد؟ ما سم عروس میخوایم، دنب عروس میخوایم، تاج عروس میخوایم، خاک عروس میخوایم، کاخ عروس میخوایم، گنبد عروس میخوایم، مناره برای با داماد میخوایم. وای چی شد؟ آقا من ازدواج نمیکنم. اصل عبادت ازدواج، اصلش عبادت این بوده، لیس کنو، واقعا این بوده. حالا این در ازدواج، او در خمس، او در زکات، او در امر به معروف، او در نهی از منکر، او در حج هست، من میخوام حج برم. اصل حج چیه؟ یک عبادت چقدر زیباست، تخریبش چیه؟ تخریبش اینه که هر ده قدمی میگی برای اینکه شنیدم فلانی هم با من حج آمده، میری صدا میکنی همشهری ها رو بیان، اینایی که عرض میکنم به واقع اتفاق افتاد، نه اینکه جوک تعریف کنیم. در خیابون آقا آمده از سفر حج، هر ده قدمی یک اول گوسفند، بعد یک گوساله، بعد یک گاو، در شهرستان شنیدم شتر کشتن. شما میگالو عوضش گوشتاشو میبرن میدن به مستضعفین، اگه مستضعفین پشت گوش خودشون رو دیدن، گوشتای این آقای حاجی رو میبینن، اون خانم حاجی رو میبینن، مگه بچه ایشون؟ این حج. خود صدای جمهوری اسلامی ایران برنامه های تحلیلی خبری وقتایی من گوش میکنم، حتما شما گوش میکنید، گوشی رو برداشته از اتاق فرمان صدا و سیما، آقای سالون فلان، بله ما از حج اومدیم، حالا نگفت بنده خدا ما حج می‌کنیم، گویا یک حاجی میخواد اینجا الان سالون بگیره، نفر چند سالون بعد بگیره؟ گفت از 105 هزار تومن نفری داریم به بالا،
این میشه حج. این حج، این اون عبادته که معبود از عابد خواسته. بعد مطلبی در مقابله داریم، مطلب ششم تو این پازلی که میخوایم بچینیم. اصلا یه چیزایی رو عابد وقتی از خودش میاره اضافه میکنه، دیگه بعضی جاها خلاف عرف و شرع و اینها میشه، میشه یک چیز نو در دین میاره که اصطلاحا بهش چی میگن؟ بدعت. بدعت یعنی نوآوری در دین، چیزی که نه خدا آورده، نه پیغمبر، نه امام معصوم، اینا خودش در آورده، میشه بدعت و از گناهان کبیر هم هست. صاحبش آنن در جهنم هست، بدون برو برگرد. چیزایی که امروز وهابیت از خودشون در آوردن به عنوان دین دارن حقنه مردم میکنن، به صدها میلیون مسلمان دارن اینا تلقین میکنن، همش بدعت. اینا اون چیزایی که از خودشون در آوردن چی میکنن؟ همش بدعت. این مطلب در نمازم هست. حالا شما بیا اینو حالیش میخوای بکنی، چیکارش میخوای بکنی؟ ما میخوایم نماز کامل بخونیم، میخوایم سه چیز رو مراعات بکنیم بریم جلو دیگه. معبود میگه توجه بکنید، این بحث رو نتیجه بگیریم بعد میخوایم جمعش بکنیم. معبود میگه چی آقا؟ معبود میگه اصلا پدر جان، خواهر من، مادر من، مخلوق من، خانوم ها، آقایان، اصل نماز رو من به پیغمبرم گفتم بیاد به شماها بگه. من به پیغمبرم گفتم برو به این مردم بگو صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بگذارید آنچنان که من نماز میگذارم. چرا؟ برای اینکه اصلا مردم نماز نمیدونستن چیه. که پیغمبر اومده میگه آقا من نماز میخونم، شما نگاه کنید من چجوری میخونم، به این عمل میگن نماز. قبل از اینکه فوتبال اختراع بشه شما میدونستی فوتبال چجوریه؟ اگر تو یک شهری الان تو کره زمین برن بگن آقا اینها ندانن اصلا فوتبال چیه، اصلا ندونن فوتبال چیه، برن بهشون بگن که آقا فوتبال یعنی چند بار روی زمین ملق زدن، بعد اینا رو پرورش بدن با این طرز فکر، آموزششون بدن اینجوری. خب اینا 5 سال دیگه همه میام میگه آقا ما داریم فوتبال بازی میکنیم، فوتبال حرفه‌ای، میگه چون 10 بار ملق میزنه، میگه آقا اینا فوتبال نیست، میگه نه ما اینجوری یاد گرفتیم فوتبال. آقا خب این فوتبال نیست، فوتبال اونه که رفته فیفا رفته یاد داده گفته آقا این فوتباله، بعد فلان اینجوری باید بازی کنی، از یه جای درست شده، بالاخره اومدن ترمیمش کردن، تکمیلش کردن و قص الهازا. معبود آمده خطاب به پیغمبرش فرموده که پیغمبرم برو به این مردم یه عملیه من به تو میگویم اینجوریه، اول من به تو تعلیم میدم بعدم تو برو به مردم تعلیم بده، بگو سلو نماز بگذارید کما آنچنان که رأیتمونی من پیغمبر نماز میگذارم، بعد براشون نماز رو بخون اینا یاد بگیرن. آیا این نماز پیغمبر به ما رسیده؟ خب ما الان میخونیم ببینیم رسیده یا نه دیگه. جانشینان پیغمبر این نماز رو بر ما تشریح کردن، خب ما میخونیم ببینیم تشریح کردن یا نه دیگه. حالا تو این نماز چی داریم؟ قنوت داریم، رکوع داریم، سجود داریم. حالا طرف آمده قنوت میخواد بخونه، حالا مگه تو میتونی حالیش بکنی؟ میگه آقا قنوتی که پیغمبر میگرفته دو تا دست مبارک رو میگرفته جلوی صورت، خودش هم فرموده اینجوری جلو صورتتون بگیرید، صورت شما این چشا توی کف دستای شما رو جلو صورت شما ببینه. این قنوت گفتم چی میکنه؟ میگم این قنوت از کجا آوردی؟ این یکی از عرفا در فلان جا هکه وقتی ما نماز میخونیم ایشون همینجور قنوت کلشو میگیره پایین اونجوری میخونه، اونم بی خود میخونه، اونم مثل تو بی خود میخونه. آقا معبود نفرموده تو اینجوری عبادتشو بکنی، از کجای خود این قنوتو در میاری میخونی؟ او با اصلا عجیب و غریب خدا شده. ما بعضی وقتا در تئوری قبول داریم این قضیه رو که به نوعی عبادت کنیم که باید معبود بپذیریم، ولی در عمل یه کارهای از خودمون در میاری، مثل ازدواج، مثل مراسم ختم و تشییع و خاکسپاری و فلان اینا، و مثل ده ها چیز دیگه در عبادات. بعدم اینها رو شما بیا مجتهدینشون رو بذار خانوم جلسه، یا نه همشون، اغلب یا اکثر اینها دیگه، اینها دستشون به فتوا دادن بلا قیاس بلا تشبیه مثل دست به فتوا دادن مفتیای حجاز میمونه،
که آنند هارون نشستن فتوا مثل یک کاخونه فتوا چاپ کنی دارن فتوا میدن، اصلا مال کی همین فتوا کاری ندارن. من دلم راضی بشه ولی به بقیهش کاری ندارم. اینجوری قنوت میگیره. اون یکی دیدیم دستش گرفته اینجوری قنوت. اون یکی نام یه جوری دیگه قنوت میگیره. اون یکی کلاش همچین کرده اینجوری قنوت میگیره. این یعنی چی من نمیفهمم. من نمیدونم چی تو هر رساله‌ای نگاه میکنه همچین قنوتی، نه تصویرش رو میبینی نه تئوریش رو میخونی که همچین قنوتی هم. میگه فلان عالم، خب اونم اشتباه داره میکنه، خب اونم باید بیدارش کرد. معصوم که نیست. وقتی امام صادق علیه السلام میگه من قنوتم و اینجوری میگیرم، پیغمبر میگه من اینجوری میگیرم، خوش شوخی که با ما نمیکنن که. خب ما میخوایم معبود رو راضی بکنیم، نماز مقبول بخونیم، خب ببین آقا معبود چی ما خواسته انجام بدیم، چه نوع رکوعی خواسته، چه نوع سجودی خواسته، چه نوع قنوتی خواسته، چه تشهدی خواسته، چه سلامی خواسته. ولذا این بین ما ترویجش اینه، بین خلفای قاسب هم همینطور. فلان خلیفه اومده چی میگه؟ اینها کی هن؟ میگه اسیران ایرانی هن. چرا اینجوری وایسادن؟ گفت قربان اینا برای تعظیم همیشه اینجوری وایسادن. عجب تعظیم چیز خوبیه، برو اعلام بکن تو نمازم همه مسلمان ها اینجوری وایسن نماز بخونن. هزار و خورده ای سال همه دارن اینجوری میخوان. یه دونه از اینا نپرس آخه برای چی من دارم اینجوری نماز میخونم؟ پیغمبر اینجوری نماز خونده؟ خب پیغمبر خونده اینجوری نماز خونده؟ نمیپرسه. این میشه اون چیزی که من از خودم در میارم. وقتی یه قسمتش میشه بدعت که حرامه، گناه کبیره است. یه قسمتایش هم دیگه خدا از رحمانیتش ارحم الراحمین بودنش تفضل کرده، گفت آقا اینا مردم عامن، برن هر چی میخوان بگیرن تو این چله، نمیدونم عدس پلو بدن، نمیدونم آش شغل قلم کار بدن، نمیدونم حلیم بادمجون بدن، حلیم غیر بادمجون بدن، نمیدونم اینجوری هی بنا این کارا رو برن بکنن. اینا به دین ضرر نزنه، من کاری باشون ندارم. ولی اگه آوردن از تو دین داخلش کردن، گفتن این از دین هست باید اینجوری دست بکنه، نمیدونم میشه بیعت، میشه حرام. اینا هم همینطوره. در نماز ببینید چقدر بدعت ها هست، چقدر غیر بدعت ها که باعث ابطال نماز نمیشود. لکن آنی که معبود میخواهد چی؟ نیست. من دراریست. من دلم رو میخوام راضی کنم. میگه پیغمبر آمده به شما گفته آقا این چیزی که شما نجس شده دو بار آب بریزید، اگه این نجاست نباشه آب غیر قلیل مثل این آب لیوان بریزید پاک میشه. اون چیز چیه؟ اون چیز این چراغ قوه است، نجس شده، یک تطهیر، یک عبادت. من نجس شده، نجاست به این نیست، ازاله نجاست کردم، دو بار آب میریزم با آب قلیل. میگه پیغمبر این کار کرده پاک شده، گفته شما این من عمل بدید، عمل کنید. این خانوم همینو گرفته دستش، دو بار میزه ای رو، یه بار میزه رو انگوشتاش، میگه نشد، یه بار میزه تا مچ دستش، یه بار میزه رو سرش، یه بار میزه رو این دسته، میگه این دسته دیگه چه گناهی کرده؟ باید بشوریم، باید پاک. میگه پیغمبر گفته، پیغمبر برای خودش گفته، ما به پیغمبر کنیم. میگه پیغمبر اصل نجاست رو آورده، اصلا اصل طهارت رو پیغمبر آورده. تو اصلا از کجا میدونستی که نجاست و طهارتی هست؟ پیغمبر اصل نجاست و طهارت رو آورده، تو اصلا نمیدونستی چی نجسه چی پاک. مثل اینه که مثلا اگر میمدن میگفتن آقا خون یه چیزیه پیغمبر فرموده مثلا از جانب خدای تعالی این خونها نجسه، این خونها پاکه، خب این خون با این خون چه فرقی میکنه؟ به یکی گفتن که آقا جهنم چرا اینجوری هستش اینا، گفت میخواست بفهمه که فضولش کی. مطلب واقع به واقع همینه. آخه این خونها با این خونها چه فرقی میکنه؟ خب خون در ظاهر خونه دیگه. خب میخواد ببینه که عابد واقعی، عبادت کننده واقعی کیه. من پیغمبر میگم خون ماهی پاکه، خون بزغاله نجسه. اونم تازه بزغاله رو وقتی کشتی خونش که میاد بیرون نجسه، اون یه مقدار که سر این شاهرگش میمونه که یه خود برش گردونی بیاد بیرون نجسه، بقیه خونا تو بدنش پاکه. همشون گفت نه بابا مگه هم چیزی میشه؟ مگه هم چیزی میشه؟ میگه پیغمبر فرمود نه حالا یه چیزی پیغمبر گفته شاهین خانم، ما که نمیتونیم اینو پاک بدونیم. حالا پیغمبر چی گفته؟ ما که نمی... این خودش بالای پیغمبر هست.
این شهین خانوم پیغمبر هست، مهین خانوم پیغمبر هست. بها دست این پیغمبرم بیاد میگه با خود پیغمبرم بیاد بگه به حضرت عباس این پاکه، این میگه نه من نمیتونم، من دلم قبول نمیکنه این پاک باشه، من باید دو تا دستامو 60 بار زین این شیر بگیرم بیارم بیرون تا آب صدا 5 متر بره پایین، نمیتونم. نمازم همینطور، نماز واقعی، نماز کامل، نماز مقبولی که اول بحث عرض کردیم چه نمازی است که ما باید، یعنی وظیفه 100% داریم دنبالش بریم، اون نمازی است، خواهش میکنم خوب دقت بکنید، اون نمازی است که خداوند به پیغمبرش دستور داده، پیغمبرش به ما دستور داده، فرموده همون جور که من میخونم شما بخونید، جلوترش برید قبول نمیشه، عقبترش برید قبول نمیشه. این نماز چه نمازی؟ گفتیم 3 اساس داشته باشه. 1 رعایت شرایط ظاهری نماز. حالا به عبارت دیگه براتون عرض میکنم، در واقع وقتی ما 3 اساس چیندیم که این نماز مقبول بر 3 اساس میتونه باشه، اولیش میگیم ظاهر نماز، برای که نماز، آقایان من خواهش میکنم طلاب حوزه علمی هم دقت بکنم، بچه‌هایی که تو حوزه علمی درس میخونن، خانومایی که طلبه حوزه علمی هستن، تو دانشگاه، هر جا هستی، نماز یک ظاهری داره، یک باطنی داره. برای رفتن به باطن نماز محال است که ظاهر را بذاری پشت سرت مستقیم بری سراغ باطن، اصلا امکان پذیر نیست. نه یا پیش من بگو که فلانی ما فلان استاد رو داریم در اخلاق یا فلان کسی هست، ایشون نماز اصلا به ظاهر نماز میگه کاینش، فقط باطن نماز. بسیار اشتباه کرده ایشون. نماز ظاهری داره، ظاهرش در همه رساله های عملیه به جا آوردنش واجب هست. بعد ظاهر نماز رو امام صادق خلیفه به حق پیغمبر برای ما مشخص میکنه. ببینید ظاهر نماز چیه؟ اون شرط اول که عرض کردیم، ظاهر نماز شما بگید، باطن نماز، اون وقت اون مسئله سوم هم که خیلی مهمه که بحثشو یک جلسه فقط باید بهش بپردازیم اگه برسیم، موانع قبولی نماز، این موانع هم باید سعی کنیم برطرف بکنیم. بحثی که جنجالی است، یعنی اگه توی مجلسی شام ندی یا نهار ندی هیچکی نمیاد بشینه این بحثو گوش بکنه، باید حتما شام بدین یا نهار بدین که جمع بشن میشن بحثو گوش بکنن. اون بحث خیلی جنجالیه. اون بحث میرسه به اینجا که شما بگی که آقا اینهایی که پس نماز میخونن فلان کار رو انجام میدن، همش جوابش تو اون بحث هست. اما الان برای اینکه وقتمون گرفته نشه، یک صلوات خیلی بلند محبت بفرمایید که این نفاق از سینه ها بره بیرون، ما این بحث اول رو شروع بکنیم انشاءالله. حماد ابن عیسی، داریم بخش اول عرض میکنیم، انشالله بتونیم تو این 10 که وقت داریم تمامش بکنیم. به من ایرادم نگیرید که مقدار سرعت میدم، فقط خوب اگر توجهتون رو به من بدین مطلب رو گرفتین، چون خیلی خیلی ساده است. حماد ابن عیسی یک راوی هست، میگه که البته بعضی ها فهمودن که از امام کاظم این روایت کرده، چون حماد خیلی جوان بوده رفته پیش امام کاظم علیه السلام، یا حالا بعضی ها گفتن پیش امام صادق، ولی صحیح ترش امام کاظم علیه السلام هست. میگه من روزی رفتم خدمت امام موسی بن جعفر صلوات الله علیه، سلام علیه کردیم، حضرت به من فرمود که ای حماد، آیا نماز کردن و بلدی؟ نماز خوندن و بلدی؟ به ما الان بگشیم آقا شوخی میکنی ها، گرفتی ما رو؟ بله ما نماز بلدیم، نوکر ابی عبدالله هستیم، ما الان هیئت داریم، ما 10 خرج داریم میدیم، من خودم گوسفند رو میزنم زمین. تو جرأت داری بگو نماز بلد نیستی؟ و این یکی از معضلات ماست.
ما الان چند تا امام جمعه، امام جماعت داریم، چند تا روحانی داریم که امام جماعت هستن. شما بروی بهش بگی حاج آقا من راستش درست نشدم، این کلمه که شما گفتی اینجوریه، به نظرم یه خود باید مخارج این حروف رو درست کنی. اگر زنده از مسجد برگشتی بیرون، خیلی خدا رو شکر، خیلی خدا رو شکر. امام صادق علیه السلام به حماد میگه حماد نماز خوندن بلدی؟ گفتم سرورم کتابیست، یه کتابی بود اون موقع به نام حریز، کتاب فقهی بود. گفت من این کتاب حریز رو گرفتم، توش نماز رو نوشته که چجوریه، من این کتاب رو خوندم از حفظ دارم. حضرت فرمود کاری من به این کار تو ندارم که اینو خوندی یا نه، به من بگو نماز خوندن بلدی یا نه. گفتم آقا بلدم دیگه، کتابا رو خوندم دیگه. گفت اگه راست میگی پشوی دو رکعت نماز بخونین. میگه من پشودم دو رکعت نماز خوندم جلو حضرت، الله اکبر گفتم، رکوع سجود کردم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت به من فرمود که حماد نماز خوندن بلد نیست، نماز خوندن بلد نیست. حالا ما عامیانه چی میگیم؟ حضرت نفرمودن، ما میگیم، میگیم این نمازت به درد عمت میخوره. حضرت فرمود چقدر زشت است برای شخصی که 60 یا 70 سال از سن او بگذرد و در این حال یک نماز را با رعایت همه آداب و شرایط آن به جا نیاورده و یا نتواند به جا آورد. حماد میگه من خیلی خجالت کشیدم، خیلی شرمنده شدم، عرض کردم فدات بشم، قربون شما بشم یا ابن رسول الله، شما میشه حالا یه نماز رو به من یاد بدین چجوریه؟ ببین آدم چجوری باید بشه. بگه آقا من پیش نماز یه جاییم. یکی اومد منم گفت آقا به نظرم شما مخرج فلان حرف رو اشتباه میخونین. خیلی متشکرم، دست درد نکنه، شما بگو مخرجش ببینم چجوریه، من یه بار گوش کنم ببینم چی. غیر از این باید عمل کرد؟ یا بگیم کی گفت آقا من مخرج نمازم اشتباهه؟ ما یهو دستمون بلرزه بگیم یکی این خانوما گفته، خانوما غلط کرده، صدای منو شنیده. من حرفی ندارم آقا، من گفتم یه خانومی داشت میگفت، این دفعه من نشونش بده. حالا من خانوم را کجا پیدا کنم به این نشون بدم؟ حالا حضرت گفت نماز بلد نیست. گفت آقا نماز بخونیم من بیاموزم ببینم چی. میگه خود امام صادق با این عظمتش بلند شد، برخاست، رو به قبله ایستاد، قامتش رو راست کرد، من تونتون میخونم، دستهای خودش رو به طور کامل آویخت تا بر رانهایش قرار گرفت. یعنی دستها رو نه اینجا آورد نه اینجوری کرد، دستها رو آورد حضرت روی رانهاش اول گذاشت، هنون قبل از این که تکبیرت و الاحرام بگه ها، دقت بکنی، دو کف دست روی رانها گذاشت، بعد انگشتانش هم واز نکرد اینجوری بذاره، اینجوری هم نماز نخون. الله اکبر. الان ملائکه دارن میگن که جان چی میخوای؟ نماز داری میخونیم. نماز اینجوری قبول نی؟ قبول نی؟ الان من قمر رو میارم. اینه نماز خوندم با. گفت حضرت دستاش و انگشتا چسبید و همدیگه گذاشت رو رانش. فاصله پاها، حضرت 3 انگشت بین پاها فاصله داد، پاها رو میزون رو به قبله، اینور اونور انگشتا اینا به هیچ وجه منحرف نکرد. حالت خضوع و خشوع یه مقدار نگاه کرد حضرت به جای مهر خودش، توجهش رو جلب کرد، نه اینکه قبل نماز شروع کنه حرف زدن با این و اون طرف. امام جمعه شروع کرده نماز میکنه، این آقا داره با این آقا شوخی میکنه، یا داره با هم همه حرف میزنن بلند بلند. وایساد اول یه مقدار ایستاد، توجه پیدا کرد، گفت حضرت دستاشو اوورد بالا تا دم گوشها، الله اکبر. بعد چجوری شروع کرد به نماز خوندن؟ حضرت با ترتیل شروع کرد نماز خوندن. با ترتیل یعنی چی؟ یعنی 2 معنی داره. یکی این که بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، این ترتیل. یکی همی که شما بگین آقا صادقون بسم الله الرحمن الرحیم
ترتیب، یعنی با رعایت مخارج تجویدی اون مقدارش که در نماز واجب هست. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. حالا شما اینو برو به بعضی میخوای حالی بکنی، بگو آقا امام صادق اینجوری نماز خونده، شما این نمازی که داری میخونی این مخرج واو مخرج نم چی چی، این که میگی مالک یوم الدین، خدای نکرده روز جمعه باشه تو خطبه نماز جمعه بخونی فلان اینا، خب اینا نماز همه باطل جمیعا. توجه این، حالا دیگه این امام صادق این نمازش، مخرج کاف، مخرج صاد، مخرج زاد، میگه نه آقا اینا نیازی نیست. چرا نیازی نیست؟ برای اینکه من که طلبه بودم این درس رو خوندم تو حوزه، حال نداشتم یه دوره تجوید تو حوزه بخونم، این حال رو نداشتم، چون این حال رو نداشتم ولذا نیازی نیست. شما بخونیم با هم میریم تو جهنم، با هم میریم تو جهنم، هیچ مشکلی نیست. گفت امام صادق با ترتیل شروع کرد نماز خوندن، خیلی جالب. میگه حضرت حمد رو تمام کردن، شروع کردن سوره توحید رو خوندن. سوره توحید که تموم شد، به خدا سوره توحید امام صادق که تموم شد، تو روایت من دارم مو به مو میخونم، میگه حضرت سوره توحیدش که تموم شد نگفت ولم یکن له کفوا احد، رفت به رکوع. یعنی کفوا احد و میونه راه داره میگه تا بره به رکوع، چون که میدونید نماز باطله، بحثی درش نیست. میگه حضرت فرمودن که ولم یکن له کفوا احد، هنو ایستاده بود، یک نفس عمیق کشید، صبر کرد، بعد تازه گفت الله اکبر، بعد یه مقدار دیگه ایستاد، رفت به سمت رکوع. دستا رو چجوری به زانوها گذاشت؟ میگه کف دستهاشو حضرت، کف این دستها رو گذاشت روی این قاپک زانو، زانو رو داد به سمت عقب، حالت زاویه‌ای که ایجاد کرد، در اینجوری نه، دقیقاً اینجور که اگه این پشت، تو روایت نوشته دارم میگم، اگر روغن یا آبی میریختی، آب یا روغن پشت امام صادق نوشته باقی میمون، لیز نمیخواد بیاد پایین، اینقدر این قشنگ صاف، نه اینکه اینجوری زانو رو بده جلو، هی هم بره تو رکوع بیاد، هی بره و بیاد، هی بره و بیاد. میگه زانو صاف، دستا رو زانو گذاشت، حضرت پشت خیلی قشنگ زانوها رو داد عقب، تماماً به حالت رکوع واقعی. بعد میگه که حضرت وقتی که این حالت ایجاد شد، سه بار با ترتیل، بازم تو روایت داره، و شمرده تسبیح خداوند متعال رو بر زبان جاری کرد، سبحان ربی العظیم و به حمده، سه بار. میگه بعد راست ایستاد، چون به کاملا به حالت راست و صاف قرار گرفت، حضرت عرضه داشت سمع الله لمن حمده، آنگاه در حالی که ایستاده بود، دستهای خود رو تا نزدیک صورت خیش بلند فرمود و همزمان با این حرکت گفت الله اکبر. من نمیخوام بگم همه این کار امام صادق اصلا واجبه ها، ما داریم نماز کامل رو میگیم، نماز کامل یعنی نمازی که امام صادق با مستحباتش خونده، چجوری خونده، ما هم این کار بکنیم، میخوام نمازم کامل باشه. بعد به سجده رفت و دستهایش را در مقابل زانوانش به زمین گذاشت. بعضی ها میرن سجده، این دست رو اینجوری گشته، این ور چشم سمت راست طرف، این ور چشم سمت چپ طرف. بعد نماز هم به چی بکنی؟ همشون داریم نماز میخونیم دیگه، سر نماز گیر میدی به ما، بابا این اینا این چشم اینو کور کردی، چشم اینم کور کردی، میخوای یه بار بگی سبحان ربی الاعلی و هم نگو، من صد بار خودم میگم این دوتا چشم کور نکن تو. حضرت میگه دست ها موازی زانوها، اما روی فضا، رو زمین، اینجا رو زمین قرار داده نشون، همین که تو رساله نوشته، دست ها بالا به حالت انگشت ها چسبیده به هم دیگه. میگه حضرت به این صورت رفت در سجده، سه بار هم اونجا سبحان ربی الاعلی و به حمده گفت، سر برداشت، نشست بین دو سجده، نشست بین دو سجده، یک نفسی کشید، دوباره سجده دوم رو به جای آورد، دوباره بلند شد، مقداری نشست، یه نفسی کشید، بلند شد، ایستاد،
رکعت دومم حضرت همین کار رو انجام داد، در حالت سجده هم 7 موضع واجب بر زمین قرار گرفت، یه موضع مستحب. موضع واجب چیه؟ 2 تا انگوشتا، زانوها، کف دستها و پیشانی. اینو بهش میگن تعریف سجده. اون موضع مستحب نوک بینیست، میگه از دست سجده رو به جا آورد. این تا اینجای قضیه. در بخش دوم ادامه این بحث رو خواهیم پرداخت. خواهش میکنم یه بار بخش اول رو مرور بکنید، ما نماز کامل و مقبول دستمون بیاد که این نتیجهی در این جلسات گرفته باشیم انشاءالله، تا بتوانیم که با دست پر از بحث نماز انشاءالله خارج شده باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.